یک سیگار در راه اداره، یکی دیگه وقت نهار، یکی دیگه هم هر وقتی که شد. و این داستان در طول روز ادامه داشت. مرکز آمار فدرال روسیه اعلام کرده 30% از مردم آن کشور سیگاری هستند. اما از اول ژوئن داستان فرق کرده. تقریبا در هیچ مکان عمومی نمیشود سیگار کشید. هنوز خیلی ها مخالفند، اما استدلال موافقان منطقی به نظر میرسد. من فکر میکنم سیگار نکشیدن در اماکن عمومی کاری درستی است. شما باید به منافع و حقوق غیر سیگاری ها احترام بگذارید، چون هوا متعلق به همه است و نباید آلوده شود. قانون جدید نه فقط سیگار کشیدن را در ادارات، کارخانه ها، بارها و رستوران های روسیه ممنوع کرده، بلکه فروشگاه هایی هم که سیگار عرضه میکنند اجازه ندارند بسته های سیگار را در معرض دید مشتریان قرار بدهند. تبلیغ سیگار نباید جایی مشاهده شود. بسیاری از رستوراندارا میگن در همین یه هفته رقم مشتریاشون به شدت کم شده، اما رئیس فدراسیون رستوراندارا خوشبینه و میگه وضع بدین منوال نمیمونه. ما با کاهش مشتری مواجهیم. هنوز برای ما روشن نیست که این کاهش موقتی است یا نه. برای همین هم از پارلمان خواسته ایم به مردم اجازه دهد از رستوران خارج شوند و در خیابان سیگار بکشند، تا به این ترتیب تدریجا به وضعیت جدید عادت کنند. کمپانی‌های دخانیات هر سال میلیون‌ها دلار خرج تبلیغات در رستوران‌ها و بارها می‌کردند. قانون جدید با منع تبلیغ فرآورده‌های تنباکو رستوران‌ها را از این درآمد سرشار بی‌نصیب کرده. وقتی همه چیز بسته و از دست خارج شود، شما دنبال چیزی خواهید رفت که به آن عادت داشته اید. فرآورده جدیدی هم وارد بازار نمی شود، پس همان سیگارهای قدیمی مشتریهایشان را حفظ می کنند و نیازی به تبلیغ هم ندارند و به واسطه این قانون کلی سود اضافه نصیبشان می شود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالیانه میلیون ها نفر بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند و مردم روسیه یکی از بالاترین آمارهای مصرف دخانیات جهان را به خود اختصاص دادند. دولت روسیه می گوید هدف از وضع قوانین جدید بهبود سلامت مردم است.